در کتابی به نام چندوکیا اوپانشاد داستان یک پسر بچه 12 ساله‌ای رو می‌خونیم به نام شویتیکیتو. وقتی که شویتیکیتو 12 سالش بود، پدر مادرش می‌فرستنش پیش معلمای معنوی برای یاد گرفتن کتاب‌های مقدس. شویتیکیتو برای 12 سال همه کتاب‌های مقدس رو حفظ می‌کنه و سپس با غرور و با همه چیزایی که یاد گرفته برمیگرده به خونشون. وقتی پدرش شویتیکیتو رو میبینه ازش میپرسه: پسرم، میبینم که پر از دانش برگشتی، به هم بگو، آیا دانش این که بتونی ناشنیدنی ها رو بشنوی، نادیدنی ها رو ببینی و درد نکردنی ها رو درک کنی رو به دست بیاری؟ شویتیکیتو هم در رابطه با سوال پدرش فکر میکنه و از پدرش میپرسه که اون دانش چیست. پدر شویتیکیتو هم پاسخ داد: همانطور که با شناخت گل هر چیزی که از گل درست شده رو میشه شناخت، پسرم، با اون فهم میشه همه اسرار هستی رو درک کرد. شویتیکیتو خوب فکر میکنه و به پدرش میگه: حتما معلمای من از این دانش بیخبرن، چرا که اگه از این دانش خبری داشتن حتما به من هم یاد میدادن. پس پدر جان، میشه این دانش رو به من هم بیاموزی؟ پدر شویتیکیتو پاسخ داد: حتما پسرم، برایم یک میوه از درخت نیاگرودها بیار. شویتیکیتو با عجله میره و یک میوه از درخت نیاگرودها میاره و میگه: بفرما پدر، این هم یک میوه از درخت نیاگرودها. پدر میگه: این میوه رو از وسط نصفش بکن. بعد از نصف کردن میوه، پدر میپرسه: چی میبینی؟ شویتیکیتو میگه: فقط چند تا تخم میوه. پدر میگه: یکی از تخمها رو له کن. شویتیکیتو هم یکی از دونه ها رو با یک تیکه سنگ لهش میکنه و سپس پدر میپرسه: وسط تخم میوهی که الان لهش کردی چه چیزی میبینی؟ شویتیکیتو نگاهی میکنه به وسط تخم و میگه: هیچی نمیبینم. سپس پدر میگه: پسرم، اون ذاتی که با چشمت نمیتونی ببینی ذات درخت به این بزرگیه که ازش میوه رو چیدی و در همون ذات هر آن چه وجود دارد رو میبینی. این حقیقت است. ذات تو و ذات اون درخت یکیست و تو شویتیکیتو
خود اون هستی. تتمامسی. درود به دوستانی که اپیزود 4 بیداری پادکست رو میبینید یا گوش میکنید از هر طریقی که بهش دسترسی دارید. امیدوارم با همه مشکلاتی که در سراسر دنیا هستش تن سالمی داشته باشید و در آرامش کامل درون باشید. خیلی ممنونم از حمایتتون نسبت به اپیزود قبلیم و سعی میکنم که با اپیزودهایی که حالا هرچقدر دیر به دیر جبران کنم. برای اپیزود امروز تصمیم گرفتم که در رابطه با یکی از بزرگترین میستریای جهان هستی صحبت بکنم. البته من خودم شخصا این میستری رو بزرگترین میستری جهان هستی میدونم، نه تنها یکی از بزرگترین ها، و فکر میکنم خیلی از شماهایی که با من هستید نظرتون شاید با من یکی باشه. و این میستوری هم هیچ میستوری به غیر از میستوری کانشسنس نیست. و فکر میکنم همینجا جای درستی باشه که خیلی کوتاه توضیح بدم که منظورم در رابطه با کلمه کانشسنس و مایند چیست. کانشسنس به فارسی بهترین کلمه که تونستم براش پیدا بکنم هوشیاریه و خیلی هم با کلمه باهوشی فرق میکنه. برای این که یک جانداری کانشس باشه، تنها چیزی که لازم داره این که هوشیار یک چیز دیگه ای باشه و هیچ نیازی نداره که هوشیار خودش باشه، که خودش چه جانداری هستش و چه جایگاهی در این جهان هستی داره. فقط همین که اون جاندار بتونه هوشیار یک چیز دیگه ای باشه، اون جاندار رو میتونیم اسمش رو بذاریم یک جانداری که هوشیاری داره. و برای مایند هم کلمه ذهن رو استفاده میکنم در این اپیزود، که بین کانشسنس و مایند فرق زیادی هست که سعی میکنم در این اپیزود توضیح فرقشون رو و اینکه چه چیزی هستن رو بدم. ولی خب امیدوارم که تا آخر اپیزود با من بیاین، چرا که باز دوباره مثل همه اپیزودهایی که تا به امروز درست کردم خیلی از اطلاعاتی میشه که داخل در طول اپیزود من میدم که شاید به نظر بیادش که اصلا ربطی به موضوعی که دارم در ارتباط صحبت میکنم نداشته باشه. ولی اگه من اجازه بدین که تا آخر برنامه ببرمتون یا با من بیاین، فکر میکنم که ربطشون رو بتونین ببینید. پس برای کلمه consciousness هوشیاری استفاده میکنم و برای کلمه mind ذهن. و شاید هم وسط ها یه وقتی یادم بره و همون کلمه انگلیسی رو استفاده بکنم. پس اگه consciousness گفتم منظورم هوشیاریه و اگه mind گفتم منظورم ذهنه. خب قبل از اینکه شروع بکنم باید یک توضیح کلی بدم که در رابطه با چه چیزی میخوام صحبت بکنم یا از چه دیدگاه هایی میخوام نسبت به این قضیه نگاه بکنم. برای این اپیزود از 2 دیدگاه استفاده کردم. یکی از دیدگاه غرب و یکی دیگه هم از دیدگاه شرق. منظورم از غرب همون فلسفه‌ای هست که از یونان به شکل گرفتن، مثل افلاطون، سقراط و بزرگان دیگه ای که مطمئن همتون باشون آشنا هستید. و وقتی هم که میگم شرق، منظورم از فلسفه هندی هست، نه فلسفه‌های خیلی قشنگ دیگه ای که در قسمت‌های دیگه شرق هستن. یه فرق خیلی بزرگی که بین فلسفه هندی هست و فلسفه غربیا اینه که در غرب فلسفه یک نوع فلسفه فکری هست و نیازی نداره که حتما بتونه یک مشکل بزرگی رو حل بکنه. فقط همین که بتونیم جوابهای درستی داشته باشیم برای سوالهای فکری میتونه در غرب یه فلسفه خیلی خوبی و درستی باشه. ولی در شرق یا همون هند ببینیم که فلسفه جزئی از زندگی انسان ها هستش، یعنی باید یک چیزی باشه که همون موقع بتونی استفادهش بکنی و زندگی تو بهتر بکنه. پس در شرق باید پرکتیکال باشه و در غرب میتونه تیوریکال باشه. خب پس بیایید و
با هم این سفر ذهنی رو شروع بکنیم. اول با دیدگاه غرب. اگه سر یک انسان از وسط نصب کنیم، جمجمه شو، وسط جمجمه انسان 3 پوند جرم یا ماتر میبینیم. خب این چیزیست که اگه جمجمه انسان رو از وسط نصب کنیم و داخلش رو نگاه بکنیم میبینیم. ولی خب وقتی که ما چشمامون رو وا میکنیم چه چیزی میبینیم؟ برای مثال نگاه کردن به غروب خورشید که میدونیم که خودمون و خیلی از دوستامون دوست داریم که بریم یک جاهای خیلی مخصوصی که فقط بتونیم اون منظره قشنگ غروب خورشید رو حالا چه از جایگاه بالا یا پایین ببینیم. حالا سوال اینجا به این شکل درست میشه که چطوری یک مغزی که همش یک چیز فیزیکلی هست، یه چیزیه که ماده‌ای هست، میتونه اون تجربه نگاه کردن به اون منظره قشنگ غروب خورشید رو برای ما ایجاد بکنه؟ بیاین با هم یک کمی بیشتر در رابطه با این سوال فکر بکنیم، چرا که این سوال میشه زیربنای فلسفه ذهن و بدن انسان در غرب. آیا اون تجربه نگاه کردن به غروب خورشید یک چیز فیزیکلی هستش یا یک چیز غیر فیزیکلی؟ آیا جزء این جهانی که ما داریم میبینیم هست یا جزء یک جهانی هستش که ما نمیتونیم ببینیمش و از این جهان شاید هم جدا باشه؟ مثال قشنگ دیگه هم که میشه برای این موضوع استفاده کرد، مثالیه که فرانک جکسون، یک فیلسوف خوبی که در نوشته‌هاشون استفاده کردن، مثال رنگ هست. فکر بکنیم که یک بچه هستش که در یک اتاقی بزرگ میشه که همه چیز سیاه‌سفیده. این بچه دسترسی به همه اطلاعاتی که ما در دسترسمون داریم داره. بنابراین هر چیزی که در رابطه با رنگ زرد وجود داره این بچه تونسته بخونه و درک بکنه. ولی روزی که برای بار اول از اون اتاق سیاه‌سفید میادش بیرون و رنگ زرد رو میبینه روی گلهای آفتاب گردون یا در آسمون خورشید به این بزرگی هستش و خیلی چیز دیگه که میبینه، یک تجربه خاصی نسبت به اون رنگ برای اون بچه ایجاد میشه. پس چه تجربه ایجاد میشه وقتی که ما یک چیزی رو خودمون میتونیم ببینیم و حس خاصی رو نسبت به اون چیزی که دیدیم یا شنیدیم داشته باشیم که فقط با دونستن در رابطه با اون چیز نمیتونست همچین اتفاقی بیفته؟ به این چیز داخل غرب بهش میگن subjective experience و فکر میکنم به فارسی بهترین ترجمه‌ای که شما خودتون به من کمک کردین تجربه ذهنی میتونه باشه، یا حتی میشه گفت تجربه شخصی ذهنی. چرا که 10 نفر آدم میتونن در رابطه با رنگ زرد بخونن هر چیزی که وجود داشته باشه، ولی اگه اون 10 نفر روبروی رنگ زرد بیستن، حالا هر چیزی که رنگ زرد داشته باشه، اون 10 نفر میتونن هر کسی برای خودش یک حس خاص و دیدگاه خاصی نسبت به اون رنگ داشته باشه. پس رنگ زرد عوض نمیشه، ولی اون 10 نفری که روبروش ایستادن میتونن دیدگاه و حس خودشونو نسبت به همون چیزی که یک چیز هست داشته باشن. یه مثال کوچولی دیگه هم که میتونم استفاده بکنم، مثال یک قورباغه است. تصور بکنین که یک قورباغه داره یک جونور دیگه رو میخوره. فکر میکنین که اون قورباغه پیش خودش فکر بکنه و بگه که به به عجب ملخی، یا اینکه همون طوری که از لحاظ بیولوژی درست شده داره عمل میکنه و هیچ تجربه شخصی نسبت به خوردن اون ملخ یا هر چیزی دیگه هست نداره؟ پس این تجربه شخصی چه چیزیه؟ از کجا اومده و برای چه چیزی اصلا یه همچین چیزی وجود داره؟ آیا این تجربه شخصی یه چیز مادی هستش، یه چیز فیزیکلی هستش که ما میتونیم بهش دست بزنیم یا ببینیمش، یه طوری دسترسی داشته باشیم، یا اصلا کجا هستش این چیز، این تجربه شخصی؟ یا اون تصاویری که داخل ذهنمون درست میکنیم وقتی که داریم خیال بافی میکنیم، برای مثال میتونیم تصور بکنیم که در کنار یک دریایی داریم راه میریم یا در وسط جنگلا هستیم و یک شیری اومده دنبالمون، یا هر چیزی که دلمون بخواد ما میتونیم
تصور بکنیم. آیا این تصاویری که در ذهنمون میتونیم درست بکنیم، imagine بکنیم، چیزای فیزیکلی هستن، چیزایی هستن که در این جهان هستن، یا چیزای فیزیکلی نیستن و در جهان دیگه هستن؟ اگه در این جهان هستن، کجا هستن؟ اگه مغز درستش میکنه، چرا مغز یک تجربه ذهنی شخصی درست میکنه که میتونه حتی درست نباشه؟ منظورم از درست نبودن اینه که میتونه حقیقت نداشته باشه. اگه بخوایم بیشتر در رابطه با این مسئله فکر بکنیم و ربطش بدیم به تکامل انسان، چرا انسان دارای یک چیزی هستش که میتونه از حقیقت خیلی دور باشه؟ و شایدم بگید که این چیز نمیتونه یک چیز فیزیکالی باشه. پس اگه یک چیز فیزیکالی نیستش، یعنی یک چیز مادی نیستش، چطوری یک مغزی که از اتمز درشه، یک چیز فیزیکالی هستش، میتونه یک چیزی که فیزیکالی نیستش رو درست بکنه؟ مثلا یه تیکه چوب اگه ما بگیریم یا یک درختی رو ما بگیریم که بخوایم باش یک چیزی درست بکنیم، حتما میتونیم یه چیز فیزیکلی باش درست بکنیم، چرا که خود اون درخت هم یک چیز فیزیکلی هست و هیچ وقت نمیتونیم یک چیز غیر فیزیکلی ازش درست بکنیم. پس چطور مغز انسان میتونه یک چیزی درست بکنه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم و نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، مگه اینکه اون انسان بخواد به ما بگه که در درون ذهنش چه چیزی داره میگذره؟ این سوال، سوال بزرگ فلسفه غرب. امروزه نه تنها فیلسوفا بلکه ساینتیستا، یعنی دانشمندا هم داخل آزمایشگاهشون دنبال پیدا کردن جواب برای این سوال بزرگ هستن. ما اینکه سوال یکیه، ابزار این دوتا شاخه خیلی فرق میکنه. دانشمندان دنبال یک جواب میگردن که داخل آزمایشگاه بتونیم دوباره همون پروسه رو درست بکنیم و دوباره به همون جواب برسیم. فیلسوفا دنبال یک جواب منطقی میگردن. پس این subjective experience یا تجربه شخصی ذهنی که در غربش میگن consciousness یا هوشیاری چیست و از کجا اومده و چرا اصلا همچین چیزی باید وجود داشته باشه؟ چرا که تجربه شخصی ذهنی یکی از بزرگترین قسمت‌های زندگی شخصی ماست. شاید هم میشه گفت کل زندگی ما تجربه شخصی ذهنیه. خوشبختانه این سوال، سوال جدیدی نیستش و یکی از قدیمی‌ترین سوال‌های انسانیته. در غرب میتونیم برگردیم به زمانهای یونان، به زمانهای شخص بزرگی به نام افلاطون، که برای افلاطون دنیای ذهنی و دنیای فیزیکلی دو تا دنیای جدا بودن که میشه گفت فلسفه افلاطون نسبت به این قضیه یک فلسفه دولزم یا دوگانگیه. قرنها بعد از افلاطون شخصی به نام رنه دکارت میاد و به این موضوع یک فلسفه خیلی قشنگ و قوی رو اضافه میکنه. دکارت هم اگه با اسمشون آشنا نیستید، حتما با جمله معروف این شخص آشنا هستید که ایشون گفتن میاندیشم پس هستم، یا فکر میکنم پس هستم. که فکر میکنم پس هستم خیلی بیشتر شنیده شده. دکارت دنبال چیزی مثل نیم حقیقت نبود و به جاش دنبال حقیقت مطلق بود. منظورم از حقیقت مطلق اینه که یک حقیقتی باشه که هیچ کسی در هیچ شرایطی یا در هر شرایطی نتونه اون حقیقت رو انکار بکنه. و به همین دلیلم دنبال حقیقت یا حقیقتهایی میگشت که خودش شخصاً بتونه به طور 100% بگه که این چیز وجود داره یا این چیز حقیقت داره. اول دکارت در رابطه با چیزایی که شنیده و قبول کرده که به عنوان حقیقت قبولشون داره فکر کرد و دید که چیزایی که شنیده شده فقط به صورت گوش یکی از حساش به مغزش رسیده و فقط کافی بوده که اون چیز رو به عنوان حقیقت قبول بکنه و هیچ تجربه شخصی در رابطه با اون چیزی که
از آز شنیدنی گوش کرده و حقیقت قبولش کرده نداشته. پس هر چیزی که تا به اون روز به عنوان حقیقت قبول کرده بود از راه شنیدنی رو میذاره کنار و میگه من نمیدونم این چیزایی که من شنیدم حقیقت دارن یا نه، ولی به عنوان حقیقت نمیتونم بشناسمشون. و بعدش در رابطه با حسای دیگه‌اش فکر کرد که آیا میتونه نسبت به حسای دیگه‌ای که داره 100% مطمئن باشه که دارن بهش حقیقت رو عنوان میکنن یا نشون میدن. و به این فکر افتاد که بعض موقع داخل خیابونها یا کلن بیرون که داره راه میره، از راه دور روی زمین یه تیکه آب میبینه، یه ذره آب میبینه و وقتی که نزدیک آب میشه بینه که آبی وجود نداره و این فقط یک نوع توهمی بوده که به انگلیسی بهش میگن میراج، یک نوع میراجی رو دیده. یا اگه یک تیکه چوب رو داخل آب فرو ببره خم شده دیده میشه. پس فهمید که همه حسایی که نسبت به بیرون وجود دارن که از بیرون اطلاعات میگیرن و به مغزمون یا به هر چیزی که هست دارن عنوان میکنن یا نشون میدن نمیشه اعتماد کرد. برش پیش خوش فکر کرد آیا میشه به حسای درونیمون اعتمادی کرد؟ که پیش خوش فکر کرد بازم که آیا بزرگترین حس درونی که ما میتونیم حس بکنیم چیست؟ که به این نتیجه رسید که بزرگترین حس درونی که ما داریم حس درده. که چرا بهش میگیم حس درونی؟ مثلا اگه پای یک انسان شکسته باشه، خب میتونیم ببینیم که پا شکسته حتما درد داره، پس کدوم قسمت این درونیه؟ ولی خب اون قسمت پا که شکسته رو که داریم میبینیم، اون قسمت فقط قسمت کاز هست. ما دنبال افکت میگردیم، یعنی اون دردی که بعد از شکستن پا میاد دنبال اون میگردیم. اون کجا هست؟ که میبینیم در ذهن اون شخصی که پا شکسته این درد وجود داره و هیچ جای دیگه ای وجود نداره. مثلا یک انسان دیگه میره داخل دکتر و میگه کمرم درد میکنه، اون دکتر عکس میگیره و هر کاری که میکنه هزار تا چیز میتونه ببینه که میتونه شاید باعث اون درد باشه، ولی نمیتونه بگه که کدومش 100% باعث اون دردی که اون شخص داره در رابطه باش صحبت میکنه شده. پس درد یه چیز درونیه. خب به همین دلیل دکارت گفتش که این میتونه بزرگترین حس درونی انسان باشه. پس اگه درد بالاترین یا بزرگترین حس درونی انسانه، آیا میشه به درد به عنوان یک چیز حقیقت اعتماد کرد؟ آیا میشه مثلا گولمون نزنه بعضی از موقع؟ که دید انسانایی هستن که مثلا دست ندارن، دست راستشون یه اتفاقی افتاده و دیگه ندارن و اون انسان داره میگه که مثلا انگشت کوچیکم داخل دست راستم درد میکنه، با این که نه دست داره و نه انگشتی داره و خیلی وقت هم هستش که اون دستشو ازش جدا کردن یا جدا شده، که به این امروز بهش میگیم فانتوم لمس. پس اگه یه همچین چیزی میتونه باشه و بیشتر هم در رابطه با این رابطه فکر رو دمالی من دارم خیلی خلاصش میکنم، پس نمیشه به حسای درونیمونم 100% اعتماد بکنیم. پس با این حساب هر چیزی که در بدن انسان هست، یعنی کل بدن یک انسان که بدن خودش داشت فکر میکرد دکارت، گفت من نمیتونم به بدن خودم 100% اعتماد بکنم که یک چیز حقیقته. یعنی برای دکارت اگه ما خیلی عمیق در رابطه با این که بدن انسان چیست یا من چه چیزی هستم یا من کی هستم، اگه بخوام در رابطهش خیلی عمیق فکر بکنیم از بدن میگذاریم و میبینیم که بدن نیستیم و یک چیز دیگه هستیم و این بدن فقط به عنوان یک وسیله هست. و چرا نمیتونیم به بدن به عنوان یک چیز 100% اعتماد بکنیم؟ برای دکارت همونطور که اول عنوان کردم، نیم حقیقت چیز مهمی نبود. یعنی اگه یک چیزی باشه که نتونه 100% مطمئن باشه که اون حقیقت داره، دکارت براش اون چیز اصلا مهم نبود و دنبال چیزی بود که میتونه 100% مطمئن باشه که حقیقت داره، یا دنبال حقیقت 100% میگشت، یعنی حقیقت مطلق. برای توضیح دادن این دیدگاه یا این مسئله، دکارت یک آزمایش فکری رو درست کرده بود که داخلش یک شیطانیه که همه رو گول میزنه. از هر نوعی که بتونی فکرشو بکنی، این شیطان میتونه
موجودا یا انسانا رو گول بزنه. گول زدنش هم خیلی آسونه، چرا که داخل ذهن اون شخص این شیطان میتونه که توهم وارد بکنه، یعنی به زبان خودمون میتونه گولت بزنه. اگرم میتونه گولت بزنه، پس در رابطه با هر چیزی هم که عنوان کردم که میتونی تصور بکنی و ببینی، این شیطان میتونه کاری بکنه که چیزی که حقیقت نداره رو به عنوان حقیقت قبول بکنی. حتی دکارت فکرش کرد بدنم هم این شیطان میتونه گولم بزنه که حتی وجود نداشته باشه یا کلن یه شکل دیگه ای باشه و من این شکلی ببینمش، یا اصلا بدنم میتونه کلن از یک چیز دیگه ای درست شده باشه، یا اصلا بدن من میتونه یه چیز فیزیکال یا مادی نباشه و شاید اصلا یه چیز روح مانند باشه. پس اگه من حتی نمیتونم 100% قبول بکنم که بدن من یک چیز واقعی هست، چه چیزی دیگه میتونه باشه یا باقی بمونه که من بتونم بگم اون چیز 100% یک چیز حقیقت هست؟ آیا اصلا دیگه چیز دیگه مونده که من بتونم دکارت میپرسه که بگم که این چیز واقعا حقیقت داره؟ که جواب ایشون بله، یه چیزی هست که از هر زاویه‌ای بهش نگاه بکنم اون چیز 100% وجود داره و حقیقت هست. و اون چیز چیست؟ اون چیز همون کلمه یا جمله معروف ایشون هست که میگن فکر میکنم پس هستم، یا به انگلیسی بهش میگن I think therefore I am. یعنی این که اگه من در رابطه با کل هستی و حتی خودم هم بتونم گول بخورم که این شکلی هستم یا وجود دارم یا کلن هر چیزی که از هر زاویه که بهش نگاه بکنیم، ولی یک چیزی بالاخره باید وجود داشته باشه که بتونه گول بخوره. یعنی این که اگه من، دکارت میگه، وجود نداشته باشم پس گولم نمیتونم بخورم. حتی در رابطه با وجود داشتن خودم نمیتونم من شک بکنم، چرا که اگه شک بکنم بازم یعنی من وجود دارم که دارم شک میکنم در رابطه با یک چیزی. پس من چی هستم؟ دکارت میپرسه و خودشون جواب میدن من یک زیستی هستم که توانایی فکر کردن داره یا فکر میکنه. اون چیز که فکر میکنه یا اون زیستی که فکر میکنه چیست؟ دکارت میپرسه. خود دکارت هم جواب میده که اون چیزیست که شک میکنه، میفهمه، قبول میکنه، مخالفت میکنه، اراده میکنه و چیزیست که تصور میکنه و حس میکنه. پس چیزی که ما هستیم که میتونیم 100% قبولش بکنیم از دیدگاه دکارت، ما زیستی هستیم که فکر میکنه. و همینجاست که دولزم یا دوگانگی فلسفه دکارت میان با همدیگه برخورد میکنن. یعنی که از دیدگاه دکارت اگه خیلی عمیق در رابطه با این که من چی هستم فکر بکنیم، میبینیم که ما یک چیز فکری هستیم، یعنی فکر میکنه. حالا از لحاظ روحی بخوایم بهش نگاه بکنیم، یک روحی هستیم که فکر میکنه و همه چیزهای دیگه‌ای که داریم میبینیم این وره، یعنی یک ور اون روحی هستش که داره فکر میکنه و این ور همه چیزهای دیگه ای هستش که میبینیم، چه بدن هست چه کل جهان هستی. برای توضیح بیشتر این مسئله دکارت مثالهای زیاد استفاده کرده بود. یکی از مثالهایشون ربات بود یا آتوماتون بگم فکر کنم بهتر باشه، چرا که ایشون در زمان آتوماتون بودن، یعنی اون رباتایی که کوکی بودن. شما کوکشون میکردین و یک کاری رو انجام میدادن تا کوکشون تموم بشه. دکارت فکر میکرد که حیوانات و بدن انسانها مثل این آتوماتون ها یک چیز ماشینی هستن، یک چیز رباتی هستن. ولی باز هم اصلیت خودش رو یک روحی که میتونه فکر بکنه میدونست. پس این قسمت فکری یا این روح فکری، این روحی که فکر میکنه، این کجا هست؟ اگه ما همه چیزی که داریم میبینیم اینجاست، اون روحی که داره فکر میکنه اون کجاست؟ که دکارت فکر میکرد که این روحی که فکر میکنه در یک بُعد دیگه‌ای هست یا یک دنیای دیگه‌ای وجود داره و اصلاً از این دنیایی که ما داریم میبینیم نیستش. و ایشون معتقد بودن که
افکار ما جزوی از این فضای جهان هستی نیست. یعنی اگه ما روی فضای جهان هستی بخوایم بگردیم، هیچ وقت فکر هیچ کسی رو نمیتونیم ببینیم و همینجاست که با یک مشکلی روبرو میشیم. همونطور که جلوتر عنوان کردم، مشکل دولزم یا دوگانگی. اگه اون روحی که داره فکر میکنه از یک بود دیگه ای هست و یک چیز مادی نیست و از این بود یا از این جهانی که ما داخلش هستیم نیست، چطوری با این جهانی که ما داخلش هستیم ارتباط برقرار میکنه یا رابطه ای ایجاد میکنه؟ یا اگه این دوتا بود جدا هستن، کدومشون اول به وجود اومده؟ آیا اون بود روحی اول به وجود اومده یا این بودی که ما داخلش هستیم؟ یا آیا یک بودی از بود دیگه‌ای به وجود اومده یا دوتاشون کلن جدا هستن؟ و چطوری این همه چیزای فیزیکلی میتونه روی اون ذهن روحی اثر داشته باشه؟ مثلا مشروب، وقتی که مشروب میخوریم میبینیم که اون ذهنی که در طول روز داریمش و ازش استفاده میکنیم، اون ذهن معمولی که اسمش رو گذاشتیم ذهن معمولی، اون دیگه وجود نداره یا فرق میکنه وقتی که مشروب میخوریم. و مشروب هم یه چیز فیزیکیه یا مادیه. دکارت این مشکل رابطه این دوتا بود رو میدونست و برای یه مدت طولانی جواب خاصی براش نداشت. بعدها بود که میاد و این مسئله رو سعی میکنه که توضیح بده، که توضیح ایشون هم این بود که این دوتا بود به وسیله پاینیال گلند انسان که یه قسمت مغز انسان هست با همدیگه رابطه ایجاد میکنن یا ارتباط برقرار میکنن. و دلیلش هم جالب بود که وقتی که میان مغز رو وا میکنن یا میشه کافن یا هر چیزی اسمش رو میذاریم، میبینن تنها قسمت مغز انسان که به صورت چپ و راست نیست پاینیال گلنده. و به همین دلیل ایشون توضیحشون این بود که این قسمت مغز انسان قسمتیه که اون دنیای غیر مادی که دنیای روحی هست باهاش ارتباط برقرار میکنه. و باور دیگه هم که دکارت داشت این بود که انسان تنها موجودیه که پاینیال گلند داره، که امروزه میدونیم که دوتا باور ایشون یا توضیح ایشون که در رابطه با پاینیال گلند هست اشتباه است. حیواناتی هستن که پاینیال گلند دارن و پاینیال گلند انسان ما میدونیم که مسئولیت درست کردن ملاتونین و خیلی چیزهای خوب دیگه هست مثل DMT. این اگه پاینیال گلند رو از مغز انسان جدا بکنیم، هیچ تأثیری روی اون حس من بودن یا فکر کردن انسان نداره. و چیز دیگه ای هم که هست اینه که پاینیال گلند هم اگه جایی باشه که اون دنیای غیر فیزیکی داره باش ارتباط برقرار میکنه، بازم پاینیال گلند یک چیز مادیه، یک چیز فیزیکیه. بازم نمیتونه توضیح بده که چطوری میتونه با یک دنیایی که ربطی به این دنیا نداره ارتباط برقرار کنه. و این مشکل دولزم یا کانشسنس غربه. پس بریم با هم بریم یک سفر به سمت شرق. در غرب دیدیم که مشکل دولزم بدن و ذهن انسانه. در شرق این مشکل نیستش. پس اگه مشکلمون فرق میکنه، سوالمون هم فرق میکنه. نزدیکترین چیزی که به دولزم غرب داریم در هند یا فلسفه هند، فلسفه مکتب سانکیای هندویزمه که دنیا رو قسمت میکنه به دو بخش. یک بخش پروشای که همون کانشسنس یا ارواح یا روحه. قسمت دیگه هم پراکرتیه که همین طبیعت و ذهن انسان و حسای انسان و هر چیزی که میبینیمه. بس میبینیم که اینجا قسمت کانشسنس و مایند رو جدا کرده، یعنی هوشیاری و ذهن رو جدا کرده و ذهن رو جزوی از پراکرتی میدونه یا همین دنیای فیزیکی میدونه. و از اون ورم دنیای پروشا آتمان رو به عنوان یک مشاهدگر میدونه. پس همینجا میبینیم که مشکل یک مشکل دیگه هست، چرا که هر چیزی که در ذهن انسان میگذره طبق فلسفه سانکیا در همین دنیای فیزیکی وجود داره. ولی آتمان یک چیزیه که هیچ وقت دیده نشده، چرا که خودش
مشاهدگر همه چیزهای دیگهی که وجود داره هست. پس هر چیزی که ما میدونیم و دیده شده یا خواهیم دید جزوی از پراکرتیه. پس اگه در غرب مشکل تجربه شخصی ذهنیه در یک دنیای فیزیکی، در شرق مشکل یک دنیای فیزیکیه با حضور آتمان، یعنی حضور یک مشاهدگری در دنیایی که فقط مشاهده میشه. پس اگه مشکل فرق میکنه، راه حل هم فرق میکنه. در غرب راه حل رو همونطور که عنوان کردم به صورت یک چیز تئوری میدونن، یعنی راه حل رو از راه تئوری باید پیدا بکنیم، از راه فلسفه هر طوری که دوست دارین بهش نگاه بکنین، و سپس اون چیزی که ما پیدا کردیم به عنوان حقیقت میتونیم شاید در زندگیمون یا بالاخره یک جای استفادهش بکنیم. در شرق همونطور که گفتم فرق میکنه، یعنی دنیا یک دنیای دیگه است و دیدگاه هم یک دیدگاه دیگه است. اول باید کارا رو انجام بدی، کارهای درست و راه درست رو انجام بدی تا بتونی به اون حقیقت بزرگی که میخوای بالاخره برسی. پس اول به حقیقت نمیرسی و بعد شروع بکنی به انجام دادن کارهای درست. اول باید راه رو بری تا به اون حقیقت برسی. حتی دیدگاه نسبت به زجر و بدبختی انسان ها هم فرق میکنه بین شرق و غرب. مثلا در غرب دیوید هیوم میپرسه، میگه چطوری میتونه این همه زجر و بدبختی در این دنیا باشه اگه یک خدایی وجود داشته باشه که ابرقدرت هست و میتونه در رابطه باش کاری انجام بده. در شرق میگن خب حالا زجر و بدبختی وجود داره، ما میدونیم که هستش، پس بعد نسبت باش چه کار بکنیم یا باش چه کار باید بکنیم؟ چطوری میتونیم این زجر و بدبختی رو از بین ببریم و به جایی برسیم که زجر و بدبختی وجود نداشته باشه؟ در مکتب سانکیا دیدگاه اینه که زجر و بدبختی هم چیزیه که ما میتونیم مشاهدهش بکنیم. پس بنابراین زجر و بدبختی انسان هم جزوی از پراکرتیه. آتمان مشاهدگر این زجر و بدبختیه و از دنیای پراکرتی نیستش. پس اگه بتونیم این فرمون زندگیمونو بدیم دست آتمان طبق فلسفه سانکیا، یعنی بتونیم یک انسان کامل بشیم یا انلایتند بشیم، دیگه این زجر و بدبختی دنیای پراکرتی روی آتمان، اون اصلیت ما، هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه. حالا اگه از سانکیا یک کمی دور بشیم و نگاهی به مکتبای دیگه هندی بکنیم که مطمئنم میدونستید که بالاخره به قسمت بودیزم هم میرسم، در بودیزم زجر و بدبختی وجود داره. البته در بودیزم ما یک چیزی داریم که ناگارجونای بزرگ بهش اشاره کردن که بهش میگیم two realities، یعنی two truths، که اینجا فکر نمیکنم جاش باشه و در رابطه با همون حقیقت زجر و بدبختی صحبت بکنم فکر میکنم خیلی آسون تر باشه در برای این اپیزود. پس در بودیزم هم زجر و بدبختی وجود داره، ولی راه حلش راه حل دولستیک نیست، یعنی راه حل دوگانه ای نیست، چرا که بودیزم یک فلسفه یا دین هر چیزی که دوست دارین اسمش رو بذارین یک دیدگاه ناندوله، یعنی قبول نداره که دنیا از دو تا بود جداگونه ای درست شده و هر چیزی که ما میبینیم یا هر چیزی که وجود داره در یک بود وجود داره که از راه حل و مشکلات غرب خیلی تازه بیشتر دور میشه تا سانکیا. در بودیزم چیزی به عنوان آتمان وجود نداره، یا یک شخصی که تنها بتونه جدا از جهان هستی باشه، یه همچین چیزی وجود نداره. و هر چیزی که ما در رابطه با خودمون فکر میکنیم که هستیم فقط یک دیدگاه است، یه چیزی که در ذهنمون در رابطه با خودمون درست کردیم. پس اگه آتمانی وجود نداره، یعنی من شخصا یک انسانی که فکر میکنم که از کل هستی و انسانها و زیستای دیگه جدا هستم، اگه یه همچین چیزی حقیقت نداره و من به طور شخصی وجود ندارم، همونطور که دکارت گفت ما میتونیم در رابطه با هر چیزی شک بکنیم، ولی در رابطه با این که خودمون به عنوان یک روحی که فکر میکنه نمیتونیم شک بکنیم.
چون که حتی اگه شکم بکنیم ما بازم یک زیستی هستیم که داره شک میکنه. اگه این زیستی که داره شک میکنه یا داره فکر میکنه وجود نداشته باشه، آیا چیزی دیگه ای میتونه وجود داشته باشه؟ که طبق گفته های حکیمان قدیم، بله، یک چیزی هستش بازم. و اون چیز مشاهدگره، اون چیزیه که داره شک میکنه. یعنی مشاهدگره ذهن انسانه که داره شک میکنه. یعنی اگه ما خیلی دراتش فکر بکنیم یا مدیتیت بکنیم، میبینیم که ما میتونیم ذهنمونو به عنوان یکی از حسامون ابزروش بکنیم، یعنی مشاهدش بکنیم. و به همین دلیل هم در بودیزم مایند یا ذهن انسان به عنوان یکی از حسای انسان شناخته میشه. مثل زبون یا دماغ انسان که بو میکنه، اینا همشون حسای انسان هستن. و اون چیزی که ما میتونیم مشاهدش بکنیم، خود مشاهدگر نمیتونه باشه. بازم تاکید میکنم، وقتی که ما مدیتیت میکنیم، یعنی اگر از سوترای ساتیپاتانا استفاده بکنیم و همه چیز رو شروع بکنیم ابزرو کردن یا مشاهده کردن، میبینیم که ذهن انسان، یعنی ذهنمون یک چیزیه که ما میتونیم مشاهدهش بکنیم. پس نمیتونه مشاهدگر باشه. پس اون چیزایی که ما در ذهنمون میبینیم یا فکر میکنیم درباره باهاشون یا تصورشون میکنیم، آیا اون چیزا میتونن مشاهدگر باشن؟ که جوابم به آسونی خیر. چرا که اون چیزها باز هم چیزهایی هستن که دارن مشاهده میشن. پس هر چیزی که ما بتونیم مشاهدهش بکنیم مشاهدگر نیست. چرا که کانشسنس یا اون مشاهدگر یا هوشیاری که داریم در واسه صحبت میکنیم آبجکت نیست، یعنی شی نیست. پس من کی هستم؟ سوالی که خیلی از حکیمان قدیم پرسیدن و امروزه هم خیلی از انسان ها هستن که خودشون به این سوال رسیدن. و جواب بزرگان ودانتا، بودیزم، داوزم، سوفیزم، هرمتیسیزم اینه که ما کانشسنس هستیم یا همون مشاهدگر یا هوشیاری هستیم. و باز دوباره به همون مشکل برخورد میکنیم که اگه ما کانشسنس هستیم، آیا از این هستی که ما داخلش هستیم چیز جدایی هست مثل توضیحات دکارت، یا چیزیه که از این جهان هستی مادی درست شده و شاید هم از دنیای روح مانندی درست شده باشه؟ که بهترین انالوجی یا بهترین توضیحی که در رابطه با این قضیه پیدا کردم توضیح خوابه. و به این دلیلم دیدگاه دیدگاه ناندول میشه، یعنی از دیدگاه دوگانگی میاد بیرون. چرا؟ اگه یک انسانی داره خواب میبینه، در اون خواب خب خیلی از کرکترها یا انسانهای مختلفی میتونن باشن، میتونه شهرهای مختلف و خیابونهای مختلف، ساختمانهای مختلف و کلن چیزهای مختلفی در اون خواب باشه. یعنی کلن یک دنیایی میتونه در اون خواب باشه که یک انسان داره میبینه. آیا اون انسان و اون خواب جدا هستن یا دوتاشون یکی هستن؟ که طبق این انالوجی یا این مثال، اون دوتا چیز رو ما یکی میبینیم، چرا که با اینکه اون انسان داره خواب میبینه، ولی اون خواب از اون انسان جدا نیست، چرا که اون انسانه که در اون خواب رو میبینه. و قسمت مهم دیگه هم که باید بهش اشاره بکنم اینه که با اینکه این همه مشاهدگر در اون خواب دیده میشه، شما باشون صحبت میکنین، شاید یکیشون دنبالتون بیفته، شاید یکیشون بیاد بهتون یه گلی بده، یعنی هر چیزی که باشه، همه اون مشاهدگران جزبی از یک مشاهدگر هستن. همونطور دنیای ما هم دارای یک کانشسنس یا یک هوشیاریه. شاید بپرسید اگه کانشسنس یکی هستش، پس چرا شخصیت‌های مختلفی داریم، اخلاق‌های مختلفی داریم، دیدگاه‌های مختلفی داریم؟ و جواب هم برمیگره به اینکه ما ذهن‌های مختلفی داریم، یعنی مغزای مختلفی داریم، ولی کانشسنس یا مشاهدگر یکیست. پس نه تنها کانشسنس برای همه انسان‌ها یکیست، بلکه برای هر موجود زنده‌ای که ما می‌بینیم دارای یک کانشسنسی هستش که من و شما داریم استفادهش می‌کنیم یا همون اون کانشسنس هستیم. از این خورد جلوتر هم می‌تونیم بریم. همون مثال خوابی که زدم، اون خیابون‌ها و اون کوه‌ها و ساختمون‌ها و هر چیزی که دیده میشه جزئی از اون کانشسنس هست. برای همینه که انسان‌ها همیشه دنبال
تجربه یگانگی میگردن. حالا چه در موسیقی، در یک کنسرتی که ما میریم، یا داخل یک استادیومی که میریم که میخواییم اون مسابقهی که بهش علاقه داریم و نگاه بکنیم، یا در مهمونی ها یا هر جای دیگه که هستش، بهترین موقعهای زندگیمون موقعی هستش که تجربه یکی بودن و با موجودها یا انسانهای اطرافمون داریم. چیزی که فروید بهش میگفت اوشیانیک فیلینگ، که البته بزرگانی مثل بودا این حس رو نه تنها نسبت به انسانهای دورورش و موجودهای دورورش داشت، بلکه این حس رو نسبت به کل جهان هستی داشت. پس فهمیدن این حقیقت ما رو به کدوم سمت میبره یا به چه دردمون میخوره؟ بیایید و با هم یک نگاهی به اطرافمون بکنیم. هر چیزی که جاندار هست رو ببینیم و بدونیم که اون زیست جاندار همون کانشسنسی هست یا همون مشاهدگری هست که ما هستیم و تنها فرقی که بین ما و اون زیست جاندار هست یا جاندار هست اینه که ما دارای یک ذهن دیگه ای هستیم و اون زیست یا اون انسان دارای یک ذهن دیگه. ولی زیربنای هر چیزی که ما داریم میبینیم یکیست و به همین دلیل حس همدردی و یا حس دلسوزی بالاترین حکمتیه که انسان میتونه بهش برسه. و فکر میکنم تا همینجا کافی باشه. منم یک کمی دیگه صدام گرفت این آخرای اپیزود، با اینکه اپیزود زیاد طولانی نبود، ولی خب سعی کردم که تا اونجایی که بتونم اطلاعاتی که در رابطه با این موضوع هست یا میتونم داخل یک اپیزود جا بکنم رو اینجا عنوان بکنم. دوست دارم که نظرتون رو در کامنت ها بخونم در رابطه با این تاپیک و این اپیزود. و بازم مرسی که تا به این قسمت اپیزود 4 بیداری پادکست با من بودید. من آرش هستم و تا اپیزود بعدی، ادرود.